سلام رفقا حالتون چطوره به مستر دکو خوش اومدین و قسمت دوم سریال داریوش که نمیدونم چرا یه دفعه سریال کمدی شد از لحاظ شما هم اینجوری بود فکر میکنم آقای هادی هجازیفر فر سویچ کرد روی آیتمایی که قبلا بازی می‌کرد یه ذره اونوری و خاصی ذره نشون بده که ما چقدر قدرت بازیگریمون خیلی خوبه میتونیم هم اینوری بازی کنیم هم پوست شیری هم انس ارزم به حضورتون که یه بازیگر هم خیلی هست به نام آقای محسن قصابیان آقای محسن قصابیان هم بی‌نظیر بازی کرد تو این قسمت ایشون یکی از نقشای شاخصشون نقش شهید ستاری رو بازی کرده بودن بریم برگردیم بیشتر در مورد این قسمت صحبت کنیم سلام به همگی امیدوارم خوب باشین قسمت دوم سریال داریوش من همچنان باش سوسو هم. یعنی همون نظری که قسمت قبلی داشتم الان هم دارم با این تفاوت که این سویچ کردم توی یه دفعه جان فانتزی میشه خنده دار میشه یعنی کمدی میشه برای من عجیب بود و دیالوگ نویسی ها انگار یه دست نیست یه جاهای خیلی جذاب خیلی جملات قشنگ استفاده کرده یه جاهای خیلی سطحی و ساده ازش گذشته حالا نمیدونم میخواد چی رو نشون بده اما از نظر من این این طوری بود همچنان من دارم پوست شیر میبینم یعنی اون فاز پوست شیری هنوز ازش برداشته نشده مخصوصا که توی ذهنم ناخداگاه دارم هی سویچ میکنم به و مقایسه میکنم و همچنان هم با انتخاب بازیگرها مشکل دارم حالا مثلا بازی ها خوب باشه یکم بهتر شده باشن حتی از نقشه قبلیشون اما نمیتونم کنار همدیگه دیگه قبلشون بکنم این تناقضه برای من در نمیاد یه ذره هادی حجازی فرق گفتم کومیک شده سمت کات... یعنی من نمیدونم کاتیوشاشو باور کنم اینو باور کنم بعد سریال خیلی جدیه همه با یک برچسب پوست شیر بهش نگاه کردن نوید, نوید محمودی پشت کار بازیگرا تا بازیگرا بازیگره خفنی هن. همه یه, یه پوست شیر رو انداخته بودن ولی امیدوارم که اون سمتی این مرز ترسوییه به مرز کمیک وارد نشه ترسویی خود کارکتر بشنم این پویا تو رو خیلی ممنونم و سلام و ارادت خدمت همه مستر دکویای عزیز ابی نگاه جان، مهدی جان و همه یه که دارم ما رو تماشا میکنن قربونتون دارم ببینید من چون هفته پیش نبودم توی قسمت اول یه نکته یک دو تا نکته ریز بهتون بگم من در مورد قسمت اول با ده دوازده دقیقه اولش واقعا زاویه داشتم به خاطر وجود اشکالات تکنیکالی که توش وجود داشت چه از لحاظ پرده آبی چه از لحاظ اون که افتاد و من خیلی باهاش اوکی نبودم ولی بعدش سریال اومد افتاد روی اون روال متوسطی که همینجوری تا همین الانش داره جلو میره درسته و اینکه یه سری نکات آموزنده من تو قسمت قبل دیدم که بچه بش اشاره کردم به خیلی هاش. ولی برای من خیلی مهم بود که ما مثلا افقی رو نگاه میکردیم و میگفتیم که توی روابط اجتماعی و موزلات اجتماعی ورودهایی داره اینجا هم یکی دوتا ورود کرد مثلا اونجایی که اون پسر بچه بوس نداد به پدر بزرگش یا نذاش به و گفت تو مدرسه ما بهمون گفتن که آقا اجازه ندادن که هر کسی ما رو ببوسه این واقعا یه چیزیه که تو اجتماع باید جا بیفته باید این اتفاق بیفته و این آموزه تلقیم بشه به که تو این رنج سنی قرار دارن و این توی کشور ما اتفاقات بدی رو تا الان رقم زده حتی با انسان که نزدیکشون هستن حالا اینا چیزایی بودش که به نظر من است. اما در مورد اینکه ما میایم راجع به پوست شیر و داریوش با همدیگه شروع کنیم به مقایسه کردن اینها ببینید ما وقتی که آقای نوید محمودی هست اینجا و کستینگ بازیگری مدیر فیلم برداری آقای مرتزا غفوری هست اینها ما بالاخره عادت کردیم به دیدن یک سری از پلان ها و سکانس هایی مثل پوست شیر مثلا پلان هایی که پشت پنجره ما خیلی تکرارهاش رو توی پوست شیر دیدیم و اینجا هم داری میبینیم اما یه اتفاقی میفته اتفاقی میفته ما پوست شیر رو به عنوان یک اثر محترم دیده بودیم و گذاشته بودیش کنار گفتیم آقا پوست شیر یک اثر محترمیه توی بخش خودش اما اگر بخوایم بیان داریوش رو همینطوری هر قسمت با اون مقایسه بکنیم و اینها رو در هم تنیده ببینیم باعث چی میشه حالا این اشتباه از نویسنده تهیه کننده کارگردان یا هر چیزی که هستش این تشابه به همدیگر رو ما اگر بخوایم همینطوری ادامه بدیم اتفاقی که میفته اینه که این در هم تنیدگیه باعث میشه که اگر یک زمانی توی قسمتهای بعدی این روال متوسط داریوش رو به افول بره و شروع بکنه به غرق شدن مطمئن باشین اگر ما داریوش رو به عنوان یک اثری جداگانه از پوست شیر قضاوت نکنیم پوست شیر رو هم با خودش میکشه قرار میکنه این رو من فکر میکنم بهش اعتقاد داشته باشم و این اتفاق میفته پس بهتره که این قضیه متوسط و سوسوی که نگاه جان میگه منم هم همینطوری هم هستم باهاش این رویه لاقل ادامه پیدا کنه و به افول نره این پشت پنجره ها رو تو فیلم آخرین تولد هم داشتیم که نوید محمودی و بردرشون درست کرده بودن زیاد داریم از این چیزا و این هم یه سبکای یک خود کارگردان دیگه مثلا محمد حسین محتویان توی مستندکاریش همه چیش رد و پاش هست یه چیز دیگه هم در مورد یوتیوب سینمایی بهتون بگم یوتیوب سینمایی به نظر من یک مرکز تفریگاهیه که مردم دور هم جمع میشن ما ها پیجای سینمایی هم اومدیم دور هم جمع شدیم و خیلی ها جدی گرفتن این فضا رو در صورتی که اگر این فضا کاملا جدی بود حتما صدای ما به پلتفرم میرسید که اینقدر تبلیغات نذار جای وسط فیلمت که یه دفعه آدم کندش هست تو فضای فیلم بیاد بیرون دو تا توف لعنت به پلتفرم بفرسته فرقی نداره فیلم نما بفرسته و بگه بعد فهمیدم که اصلا صدای ما به گوش هیچکی نمیرسه اگرم بازیگری کارگردانی با ما تماس میگیره میان اینجا صرفا یک فضای تفریحیه اینقدر خواهش میکنم دوستان عزیز فاز انتلک ور ندارن یه سری هم مخاطبا پاشن بیان اینجا و بگن آه اینجا یه فضای شما چه هستید شما چه میکنید با این تفاصیل من متوجه شدم ما یک فضای مسخره و بیهوده هستیم و دور هم جمع شدیم مثل کلاب هاوس که چهار سال یک عده محدودی دور هم جمع شدن دارن سر کله همدیگه میزنن سال پیش میرفتی همون آدما بودن امسال بری همون آدما هستن و وقتی تو کلاب هاوس میری فکر میکنی که دنیای بیرون عوض شده میای بیرون میبینی که آه بابا اونا چقدر بیکارن ما هم اینجوریم یه فضایی در یوتیوب جمع شده یه سری دارن فان کار میکنه یه سری سکسی کار میکنه یه سری هم مثل ما سینمایی صدامون هم به هیچ جا نمیرسه هیچ هم ما رو به یه ورش حساب نمیکنه پس خواهش میکنم مخاطبا فاز انتلکور ندارن و انقدر رویایی فکر نکنن که فکر کنن حالا مثلا چه خبره چه اتفاقی افتاده دمتون گرم یه جاست که پول میده همه جمع میشن میخوان پول لر بیارن دمتون گرم منم سلام عرض میکنم خدمت شما درباره قسمت دوم سریال داریوش میخوام بگم که ببین من کلا با این سریال هستم واقعا و خوشم اومد و حتی آخرش اون جایی که یه تعلیقی داشت برای دوستان حمله میکرد تو خونه و خیلی خوب موقعی سریال رو تموم کرد بعد اولش اگه دقت کرده باشین موقعی که وحید میره دنبال بچه لیلا بهش میگه بابا تو میگه خب حالا اگه بابام نبود نباید میومدی در خونم نگران میشد یعنی چه اتفاقی افتاده حالا الان هم دوباره همون اتفاق افتاده بعد ببین که قسمت بعدی میره در خونش میگه چه اتفاقی افتاده لایسیتا لاشخور تا اینجوری یه پای زره به جدی نگاه کنیم شاید هر چی چیزی اتفاق نیافته که سی نفر برن توی کوچه اونجا و هیچ اتفاقی مثلا نیافته هیچ پلیس نیاد هیچ نیاد پایین ولی خب این نشون بده که ببین این سیتا و لاشخورای اسمی اون محله یعنی شاید هر کی بیاد پایینم بره تو یه همچین چیزی یعنی آدمایی هستند که دیگه مثلا آدمای خیلی گنده ای این حالا اینجوری رو میخواد نشون بده اون صحنه ای که کلا نشون میده که از عباس از عباس نشون میده که کلا سریالی ذره حالت تنز پیدا میکنه اینا به نظر من قشنگ نبود و اگزجره بود حالا باید ببینیم که چطور اینو در میاره چون ما تو سریال افعی هم یکی دو قسمت اولش که تو ختمه بود و دیدیم دیدیم تنسیونه واقعا خواهد خواهد خوشمون نایمد و حال نکردیم پویا اشاره کرد مثلا خیلی به مسئله چیز میپردازه به بچه گفت اینا رو نبر مدرسه خیلی بچه های دیگه اصلا میبینند به حالا زمان ما فهمتا موز نخونه تو مدرسه الان نیست که چیز دیگه ای هم هست و این مسئله اون فضولی پیچ موتوریه که وقتی تو باید یکی میری همین جوری ازت سوال های بی رفت میپرسه و نظر میده و این خیلی اتفاق میفته و یه چیز دیگه هستش که مسئله انعام دادنش بود که دقیقا دخترم همون کاری رو کرد که باباش کرد حالا شاید مثلا, مثلا از دید اون سوپرمارکتی کار شخصیتی به نظر برسه که اینجوری ولی چیزی که هستش اینه که اینا با سختی بزرگ شدن پول اون پول براشون ارزش داره به خاطر همین این کارو میکنن یعنی اون بیشوری اون بیشوری لحظه‌ای که در اون آدم میبینی به خاطر اون سختی زند... زندگی سختش بوده ممنون از لطفت اولا که اینا آدمای های دل و هم نمیخوره که اون رقم که حالا و ببین کی ازشون بالا کشیده و نمیتونه کار این دوتا باشه حالا به هر حال ما سعید امیر سلیمانی رو داشتیم عباس جمشیدی فر هست دیگه آقای آتش تقیپور که حالا کمیک بازی کرده ولی مثل امیر نوروزی بعد یه برنامه شیرزاد داشت که قسمت دا اول صحبت کرد گفت اخم کیوان ساکتوف رو نشون داد گفت اوه او ما با چه سریالی روبرو هستیم بعد یه دفعه میایم حالتای آقای حادی حجازی رو میبینیم مثلا یه می دفعه من یاد بعضی موقع یه دفعه میرفتم می سمت کاتیوشا یه دفعه میرفتم سمت سیاه چاله ولی به هر حال امیدوارم که با این غمایی که ما دیدیم با اون بازی قشنگی که آقای محسن قصابیان دیدیم و اون ترسایی که خود هادی حجازی فرداشت امیدوارم که روندش خوب باشه دیگه ولی به هر حال با همه احترام سریال سرگرم کننده یه دمشون گرم با زحمتی که کشیدن ممنون من احساس میکنم حالا ممکنه از قسمت بعدی اتفاقا داریوش جذاب تر بشه برای اینکه چیزی که توی این سریال دارم میبینم حتی اگه بخوایم بگیم که از پوستشیر الهام گرفته از حالا کار دیگه الهام گرفته اینکه داره عناصری که توی صحنه میبینیم رو با اون روایتی که داره میکنن... رو کاملا با همدیگه یه جوری مچ کرده یعنی کنار همدیگه درست قرار گرفتن این خوبه من به بازی ها نمیتونم ایراد بگیرم حالا همون که گفتم یه دفعه از حالت خنده میاد رو ناراحتی هر چیزی برای من قابل باوره و فکر میکنم این قسمت بیشتر داشت شخصیت ها رو به ما معرفی میکرد حالا ما تو قسمت قبلی با خود داریوش بیشتر آشنا شدیم ولی این قسمت وحید اومد یا دوستش که نقشش رو چیز بازی میکنه عباس جمشیدی ما فهمیدیم که چه شخصیتی دارن یا حتی همون بهرامی که داشت نشون میره بیشتر تو معرفی شخصیت ها گذشت تو قسمت اول ما قصه رو متوجه شدیم یعنی گذشته رو متوجه شدیم چیه و با سکانس پایانی فهمیدیم که حالا این جنگ شروع شده فکر میکنم بتونه بهتر بشه اگر اینکه چیز بکنه یک کم از اون چهارچوب و از اون حالا اون کپی که داره بخواد خارج بشه من این حسو میکنم ولی میگم هنوز پنج و پنج هم باید یه چیز متفاوت ببینم که بخواد برای من داریوش بشه یک سریال خوب از فیلمت که اگه اینجوری نشه حالا دیگه نمیدونم بگیم که فیلمت همچنان داره راهش رو درست میده یا نه ببین فیلملت فیلملت نماوا فیل... فیلم و خیلی از کسایی که دارن میان یه ب... سوپرمارکتن که میری رو شونه تخم مرغش به قول نازگل دیویدی های قهوه تلخ روشه این و ماستت هم میای اینور پوشک بچت هم ور پشتش یه دونه مثلا نوشابه هم ور میداری میای بیرون کالباس مزه هم ور میداری اگر یارو سوپرمارکت عرق هم داشت عرق هم ازش میخری کلا یه سوپرم براش مهم نیست بعد دم دارم پوستر زده که مثلا آقا تبلیغ پامپرز تبلیغ مثلا چیتوز الان براش مهم نیست پلتفرم میخواد پولش در بیاره و واقعا هم واقعاً،, واقعاً،, واقعا به این نتیجه رسیدم که ما اینجا هی میگیم فلانی آقای فلان اصلا دیگه مهم نیست فقط میایم سرگرمی دوره هم بچه اینجا صحبت میکنیم اگر در زمینه سینما کسی هم خواست فیلمی چیزی بسازه میایم اینجا دوره هم میگیم آقا فیلم تو بساز دمت کرد ما هم حمایتت میکنیم بریم ببینیم چه فیلم قشنگ چه فیلم خوب است بشنم ممنونم دوستان ببینید اون وچه تننازی عباس جمشیدی فر رو که ما دیدیم حالا اینکه لزومی داشت یا لزومی نداشت ممکنه خیلی از مخاطبها بگن خب از ما خنده گرفت بامزه بود نمیدونم چیز بود ولی حالا به نظر من اصلا میتونست اصلا این اتفاق نیفته میتونست اصلا تنزش نکنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعدش با سر کوبیده شد زمین به خاطر اینکه اون ادا رو در آورد اون اعتماد نفت رو گرفت رفت توی اون کبابیه هی داشت داشت شاخشونه میکشید برای اون آقای کبابیه هی میخواد مثلا چیز کنه میدونی چی میافتم یاده بچه میافتم که میرن باشگاه بدنسازی یه سه چهار جلسه میرن میرن تو باشگاه دم میکنن میان بیرون چتا رو میندازن بیرون و اینا میگن من لاتم بعد یه حفظشون میخوابه و این هم همینطوری بود و در ادامه سریال ما دیدیم که این وجه ترسو بودنش هنوز هم باش هست که برگشت به بهرام گفت آقا من ترسیدم به داریش گفت من زهرام ترسیدم ترسیدم که چک بزنه تو گوشم میدونیم اون اعتماد به نفسه انقدر رفت پایین و این وجه ترسو بودن این آدم ها به نظر من یه قسمت ذاتیه اگر یک زمانی این ترسویی به اسم مثلا کازم یا مثلا داریوش بعدا یهو بشن مثلا جکی و گرگ والسی و بزن بهادو رو در حد نه این بیان بالا این ذات فرد انقدر نمیتونه یهو به واسطه اصلا شما بگید جنایی بشه اتفاق امیر نوروزی رو برای همین نشون دیگه امیر نوروزی قرار برایشون دعوا کنه اینم از این. خب پس این اتفاق افتاد یه نکته دیگه هم که بودش ببینید راجب شخصیت پردازی ها نگاه گفتن که هنوز داره میپردازه به اون و تقریبا شخصیت های اصلی برای ما در اومده دیگه از این بعد اگر خیلی بخواد بهش بپردازه دوباره اصلاف وقت در سریال میشه اما اون موقعی که از کوابی اومدن بیرون و اون چیزها رو دزدیده بودن خوراکی ها رو و دادن به فقیر این رو ما نمیتونیم جز شخصیت رابین هودی اینا ببینیم که اصلا اینها شدن رابین هود از یکی به یکی این این رو برای ما تداعی میکنه که ببینید اینها ترک عادت موجب مرض است اینها خصلت دزدی رو دارن حالا میاد بیرون یهو مفصل دنبالش میده یکی دیگه, دیگه میره و گرهی که الان توی این داستان بزرگترینش من الان صحبت هم تمام میکنم بزرگترین گرهی که الان فعلا توی این ماجرا برای ما به وجود اومده اینه که تلاها دست کیه آیا این خصلت چیز دزدی اینها آیا باعث نمیشه که ما رو به فکر فرو ببره یه مقداری این هم یه بخشی از ماجراست حالا این نظر شخصی میتونید مخالف باشید یا هر چیز دیگه مرسی, مرسی. همین هم از مردم تا تهش میکشه دیگه که طلا کجاست ببین درباره چیزی که پویا جان گفت ببین حالا این رابطه دو به دزدی نداره اینا تنها کاری که ولادان دزدی هستن هرسشون گره و هیچ جور نتونستن زورشون به یارو برسه از این زدن و همینجوری دادن که فقط به اون ضرر بزنند یعنی در واقع ارثشون از یارو گرفت حتما یه لایف میزنیم پویا میدونم تو دریایی از حرفی برای این برنامه چون قسمت قبلا نبودی یه لایف میزنیم حتما اونجا کلی صحبت میکنیم ولی در مورد صحنه خواب آقای چیزام بهتون میگم که اون صحنه صحنه بسیار خوبی بود از لحاظ طراحی صحنه ولی اون صحنه به درد تئاتر میخوره اصلا به درد سینما و مدیوم تلویزیون و سریال نمیخورد اون خیلی شارپ بود من هیچ که نایدم اونجوری شارپ خواب ببینه و اینکه انقدر به ما کلماتی کلمات رو میگی که میگه دزد بی شرف و تو میگه آقا نگو بی شرف بعد از اونور خود دزدی میکنی اه و هی میخوای به ما میگی من دزدم من دز نیستم من اعتقاد دارم من اعتقاد ندارم تلاها حالا داستانش چجوریه اینا بگیر و ببنداییه که تو زندگی واقعی ما وقتی که تو یه مقطعی از زندگی میای نگاه میکنی میگه که خب یه مقطعیه که ما خیلی جزئیات رو نمیبینیم دیگه اون لازم نیست قد جزئیات به ما تزریخ کنی به قول محمد اخلاقی میگه که خیلی دیگه اطلاع خیلی میخوای دیتا به ما بدی تو قسمت یک فراوان دیتا به ما دادی الان هم اینجا یه عالمه دیتا به ما دادی نمیدونم بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته یه دفعه فاز تسا کومیک شد امیدوارم که بعدش خوب پیش بره از لحاظ رنگ بگیر نگیر داره از لحاظ تصویر بگیر نگیر داره کار امیدوارم که پلتفرم همون جوری که تبلیغات رو با مشت میزنه تو دهن مخاطب خودش همون قدرم به یک آدمی رو بذاره چهار تا آدم بذاره کیوسی کنن این داستان رو حداقل بگه آقا اسلای رنگت مشکل داره بگه آقا تصویرت اینجا مشکل داره آقا صدا اینجا مشکل داره چرا اینجا اینجوری شد حداقل یه کیوسی بذارن دمتون گرم من شما رو میسوارم به فضای خوب یوتیوب و ببینیم که فضای خوب یوتیوب با یه سری از مخاطبان انتلگمون چه برداشتی از این سریال و این قسمت داشتن دمتون گرم حتما یه لایف خواهیم گذاشت شب و روزگارتون خوش خدا نگهدار